بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین المعصومین المنتجبین. حضرت در مقام کشف خودشون نحوه خلقت آسمانها رو و زمین رو مطرح فرمودن. امیدوارم است که ما بدانیم به روش تجربی اولا ابتدای عالم رو که ما ناظر نبودیم که تجربه کنیم، اصلا و وقتی که زمین و آسمان خلق نشده بود که ما هم نبودیم. پس اولا ایجاد و خلقت اولیه و نحوه خلقت آسمان و زمین چگونگیش به تجربه ما در نیامده است. ثانیاً شواهدی رو که ما به کار میبریم حتی اگر به تجربه هم این کار رو کرده باشیم، خب تجربه محدود است و موقت و بسیار اکنون زده، یعنی خیلی از حقایق و شرایط در اختیار ما نیست. این است که بهترین نگاه و حقیقی ترین نگاه، نگاه کشفی است، اونم کشف امام معصوم. میماند که اون کشف اونقدر بالاست و اونقدر غیبی است که برای ما خیلیش ملموس نیست. این هست، گاهی ما واقعا اون چه امام میفرمان در اون حالت کشف خودشون خیلی ما ممکنه سر در نیاریم، کار میبره، این هست، اما باید تجربه را به کشف ارائه داد، نه اینکه کشف را یه جوری محدود کرد و سر و تهش رو بزنیم که با تجربه جور در بیاد. یا نه با تجربه، با نظریه. تجربه که نیست، نظریات که راجبه چگونگی ایجاد زمین و نحوه ظهور آسمان رو دادن، این اصلا تجربه هم نیست، نظریه است. یه نظریه‌ای که خود شخص نظر دهنده هیچ ادعایی ندارد که این حرف من درسته. این فرمایش حضرت بود که خلاصه اینجوری آسمانهای هفتگانه و زمین ایجاد شد. فرمودن به غیر عمد یدعمها ولا دسار ینظمها. خلاصه آسمان و زمین درست شد بدون هیچ ستونی که اون نگرش داره که نیفته. یه جا داریم ستونی که دیده نمیشه. خب اینا را با هم ترکیب کنی، اونجا میفرماد ستون نداره، یعنی از این ستونای مادی نداره، اما ستونی که دیده نمیشه مثل مقام عقل، مثل مقام ملکوت که عالم را گرفته است، اون ستونی که دیده نمیشه جای خودش هست، اما از این ستونهایی که بخوایم زمین و آسمان را نگه داریم، حضرت میفرمان از اینا نمیخواد. میخ و تنابی نمیخواد، نمیخواستش که این عالم را درست کنه و به هم ربطش بده و به هم بچسبونه و نظمش بده، با یه اراده همش متوقع شده است، واقع شده است. ثم یزینها بزینت الکواکب و ضیاء السواقب،
میفرمان که بعد این آسمان و زمین رو به ستاره ها و این نورهای جهنده زینت دادند. اینا اشاره به آیات قرآن است و جای اصلی بحث در آیات قرآن است که همین اخیراً در سوره صافات مختصری بحث شد و اصل بحثم چندین سال پیش در سوره ملک شد. عزیزان اگه خواستن به اونجا رجوع کنم. به این راحتی منظور نیست که همین ستاره ها و همین کواکب باشن، چون اونجا عرض کردیم که مثلا با ملائکه با شهاب میزنه دونه ها رو، با شهاب به اصطلاح. خب شهاب ملائکه با اینا که اصلا از این حرفا نیست که. و اجرا فیها سراجن مستطیرن و قمرن منیرا، میفرماد در دل این آسمان ها یک چراغ کاملا روشن، روشنی بخش و یک قمری که نور بگیرد از اون خورشید، حالا اگه اینجور بگیم، قرار داد جاری کرد در آسمانا. فی فلکن دائرن و سقفن سائرن و رقیمن مائر، در یه فلکی که میگردد. حالا با این فرض فلک میدونیم که اون سیر بیضوی که هر سیاره توش حرکت میکنه اونا میگن فلک. مسیر خاصی داره، اینجوری که نیست که هر سیاره هر جور دلش بخواد دیگه، کاملا در یه زاویه. مثلا زمین ما با 36 درجه و 66 ثانیه در این زاویه کاملا در فلک مخصوص خودش دور خورشید میگردن، یعنی یه چیزی ثابت غیر قابل تغییر. اگه این طور معنی کنیم، یعنی ما خیلی هم نمیخوام الان تطبیق بدیم به عین همین زمین، حالا ادلمون رو میگیم یواش یواش. بعد میفرمان در یک فلکی که سیر میکنه دایره شکل و یک سقفی که اون خود سقف هم در حرکت سائر است. خدا اینجا خوب دقت که اگه همین دنیا بگیریم، آیا اصلا کسی باورش میاد خود آسمون هم حرکت میکنه؟ آره آسمون جو دیگه، جو خود این زمینه و بقیه جوام جو خود کرات هست، هر کره ای با جوش حرکت میکنه. یعنی آسمان این هوا که وانه میسه دا زمین به چرخه، هوا هم داره با زمین میچرخه. حضرت اشاره دارن شاید که یعنی در این سقفی خود این کواکب قرار دارند و این سیاره ها که خود این سقف هم میچرخه، یعنی خود اون جو و فضایی هم که اطراف کرات هست میچرخه. و رقیم ما ایر و در یه لوح، رقیم یعنی چیزی که روش می نویسن. مثلا تو قرآن اصحاب کهف و اصحاب رقیم گفته است. چرا؟ چون تو اون لوح نوشتن شرح حالشون رو، برای همین هم به لوح میگن رقیم. میفرماد که این ستاره ها را در یه لوحی که متحرک است قرار دادن. اینا تا اینجا حالا مختصرم. اون چه تا حالا بحث شد همطور که اون جلسه عرض کردم، کشف مقام امام است از نحوه ایجاد این عالم و چون ملموس برای ما نیست الا مختصرش. مثلا اگه منظور این آسمان باشه، خب میفهمیم وقتی حضرت میفرماند و سمکن مرفوعا، مثلا یعنی این آسمان بالا شای. ولی اصل قضیه اینه که حضرت دارن از طریق کشف خودشون نحوه ایجاد این عالم رو میگن. خیلی هم ما سردر نمیاریم الا این که عرض کردم مثل بعضی آدم های خیلی خیلی ناشی بخوان زور زورکی اون حقایق عجیب غیبی را با نظریه های محدود و سطحی دانشمندان زمین شناسی
تطبیق کنیم. و جالب است که حالا اینا رو شما میدونید، اصلا اینا که این ادعا رو کردن و به عنوان زمین شناسای مشهورن، اصلا اینا ربطی به زمین شناسی نداره. یعنی مثلا نظریه اشمیت زمین شناسه، ولی نظریهش هیچ ربطی به زمین شناسی نداره، یه نظریه است. اخ مثل دکتر دیگه، مثلا بگم آقای دکتر به نظر شما هوا الان چند درجه است؟ وقت بعدم میگم آقای دکتر، بگم بابا این دکتر پزشک چه رفته به در این مسئله که تخصص نداره که. حالا اینا هم نه زمین شناس بودن این نظریه هم دادن، خب کس دیگه هم که نمیتونسته بده، چون اینا بیشتر تو اصل قضیه سوال داشتن، فکر کردن که اینا ربطی به زمین شناسی داره. نه آقا ربطی نداره، به سری نظریه است، عموماً هم پروپایه‌ای نداره. اما اگه اصل بحث یادتون باشد، اصل بحث این بود که نگاه با عالم باید نگاه دینی باشه. یعنی جهانبینی اسلامی یا جهانبینی الهی است که جهان را درست می‌بینه. دلم میخواد اینا را حالا یه خورده روش وقت بگذاریم. اگر خواستیم ما به جهانبینی اسلامی برگردیم و این جهانبینی بریده از حقایق رو، زشتی و تنگیش رو بشناسیم، جهانبینی اسلامی درش نقش ملائکه خیلی مهم است. اصلا اینو بدانیم، جهانبینی اسلامی اساسش اینست که نگاهش نگاهیست که ملائکه درش پیداست. شما ببینین در جهانبینی امروزین دنیا که 400 سال است یه عده بلند شدن، یه سری آزمایش کردن، آزمایششون جا خودش، کسی به آزمایش ایراد نگه، همیشه آزمایش میکن، میگه ابو علی سینا آزمایش نمیکن، مگه ابن هیثم آزمایش نمیکن؟ ولی ابن هیثم، ابو ریحان بیرونی، جابر ابن حیان، اینا آزمایش که میکردن مساوی نگاه بریده از غیب و قدس نبود. تفاوت نگاه مدرنیته در آزمایش و عدم آزمایش نیست، در نگاه است. این نگاه اصلا جای خدا و غیب و ملائکه را بسته، صفر کرده است. وقت انسان عادی شده این براش ملموس‌تره. یه مثالی میزنم، خیلی دقت بفرما. شما اگه تو سال اول جنگ مثلا میخواستید که راجع به ولایت فقیه حرف بزنید، که آقا مثلا ولایت فقیه حالا اصلا آیا تو متن دین هست نیست، آیا جاش کجاست، نظارت هست، ولایت هست. ببینید اصلا روح جامعه نه تنها نمیپذیرفت، شما رو به عنوان یه آدم بی سوادی که از کره مریخ اومدی نگاهتون میکنه، گفتن انگاری نیست تو این کشور، گیجه. ولی چطور شد؟ جنگ که تمام شد، ما رو نگاه دقیق دینی جامعه کم وقت گذاشتیم. یعنی اون نگاهی که جامعه را با تربیت انسانها و حرکت دینی به هم گره خورده میدید، این نگاه هی ضعیف شد. با به بهانه سازندگی معنویت ازش غفلت شد، به بهانه آزاد شدن از جنگ یواش یواش اصلا روح معنوی ضعیف شد. حالا جامعه‌ای که اومده از پایین، جامعه غیر فرد است، تو هر جامعه‌ای آدم خوب هست، تو جامعه ما به حمد الله خیلی خوب هست، ولی دارم وجدان جامعه را میگم، روح جامعه غیری افراد هستن که پراکنده هستن.
روح جامعه دو سه ساله اخیر روحیست که بیشتر به زمین نگاه میکنه، زمینی شده است. متخصصش، رادیو تلویزیونش، معلمش، روزنامش، همه به زمین و آدما بیشتر نگاه میکنه، نه به آسمان. حالا تو این جامعه اگر شما نظریه بدی که مثلا ریشه انقلاب ما اقتصاد بوده است، مردم آقا اقتصادی هن، دروغه؟ خب هستن. یعنی شما حالا این جامعه که باش روبرو هستی را ملاک همه جوامع انسانی میبینی، حالا بعد دیگه نمیتونی بفهمی بابا در که میگم منظورم روح جامعه است که بابا در عالمی این مردم زندگی میکردن که تنها چیزی که براشون مسئله نبود اتفاقا اقتصاد بود. روح اگه زمینی شد از آسمان برید، اقتصاد اصل میشه. یعنی الان حرف مارکس درست است یا غلط است؟ حالا درست است. برای اروپا هم زمانی که خود مارکس میگفت درست است. مارکس میگفت اقتصاد زیربنای جامعه است. من یادم است در همون چند سال قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مسخره ترین حرف این بود، به صد دلیل رد میکردیم. مارکسیستان بیچاره هیچ کاری نمیتونستن بکنن، چون با چی رو برو بودن؟ با یه جامعه، با یه سری دانشجوی معنوی و یک سری زن و مرد متدین که تنها چیزی که براشون مسئله نبود اقتصاد بود. حالا توی اروپا حرف مارکس درست بود، زیر بنای جامعه اروپایی اقتصاد بود. با اقتصاد میخندیدن، با اقتصاد گریه میکردن. خب حالا شما میبینید که الان اگه بگن آقا این جامعه ما در شرایطی که محورش اقتصاد است، چه دولتی موفق است از نظر این مردم عادی؟ چه نون آبش نه بیشتر برسونه؟ چه انقلابی شکست خورده است؟ انقلابی که نون آب کم توش باشه. در صورتی که در متن انقلاب اسلامی و شروع انقلاب اسلامی پیروزی انقلاب به چی بود؟ به این که بتونه لا اله الا الله رو حاکم کنه. ضعف انقلاب به چی بود؟ به این که کوتاه بیاد در مقابل آمریکا. بخوام اینجا عرض کنم که روح یه جامعه اگر حسی شد، او وقت میبینی نظریه های حسی در اون جامعه معنای راست پیدا میکنه. یعنی یارو گفته بود به گربه که گربه هی هرسش میداد، گفت گربه حلالت میکنم میخورم ادام. گفت چطوری گربه را حلال میکنی میخورم؟ گفت کار نداری که میندازمش توی گونی هست، میندازم رو کولم و هی میرم توی بیابون بی آب و علف، میرم اینقدر که دیگه از گرسنگی نزدیک بمیرم. خب حالا اگه بخوام این رارم بر بگردم که فقط میمیرم، پس یه راه مونده است که این گربه را سرش ببرم بخورمش، حلال میشه. راست میگه، میشه به یه جایی رسید که بدترین کارا درست جلوه کنه. خب گربه خوردن که کار خوبی نیست، درست جلوه میکنه. که از کردم خیلی دقت کنید، چون اینا من حالا به عنوان مثال گفتم، پشت این حرفم خیلی حرف دارم که یه بار بزنم. حالا به این اندازه دقت کنید تا فرمایش حضرت خیلی حجیب است. این فرمایش هست میخوام عرض کنم که پس قبول است جامعه یهو به یه شرایطی میرسه که دیگه نور معنوی را در روابط اجتماعی نمیبینه. خب حالا اگه تو این جامعه یه کسی بیاد بگه آقا علت این حرکت اجتماعی سه مادی، خب درست میگه، اما درست میگه در سطح این جامعه، نه در واقعیت عالم. یعنی این مثل گربه حلال کردن است. در شرایط حقیقی و تعادل طبیعی قضیه این حرف غلط است. هیچ نبی این حرف را قبول ندارد. عین این مسئله در علم هست. جامعه انسانی طوری بود، بهش میگن در شرایط قدسی. جامعه در شرایط قدسی طوری علمش بود که این علمش بریده از معنویت نبود. جابر ابن حیان کیمیاگر است دیگه. خب
این مرد کیمیاگر تمام این تجربه های شیمیگریش را دائم به غیب وصف میبینه. چرا؟ مگه جابر ابن حیان اهل آزمایش نبود؟ چرا؟ ولی بریده از قدس نبود، چشمش چشمی بود که تا ملائکه ادامه داشت، پدیده میدید، طبیعت میدید، ولی طبیعت و وصل به غیب میدید. این نگاه درست است. اگر خواستین جهانبینی اسلامی پیدا کنید، اون آقایی که میگه فیزیک اسلامی نداریم نفهمیده است، چون اصلا این فیزیک اسلامی رو نفهمیده است. هرچی فیزیک دیده است همین فیزیک دالتون و همسال دالتون دیده است. خب این اصلا نفهمیده است که فیزیک اسلامی یعنی چه که میگه نداریم. فیزیک اسلامی یعنی تمام این پدیده ها، رفلکس ها، پروسس ها، فعل و انفعالات جای پای ملک را توش دیدن و نه از سر تلقین غیر حقیقی، از سر شهود حقیقی. شما الان انصافا درست در یکی بیاد بگید آقا این آقا که اینجا نشسته است که کس نیست، یخت صوت هست، میگه نه آقا یک کس هست، میگه کوک هست، راست میگه. شما اگه شما اونچه که حستتون درک میکنید از بنده چیه؟ زخت صوت کوکاست. خب اگه شما ماوراء صوت من فعال نباشید، خب منتون با من ارتباط نخواهد داشت. بگو راست میگه، پس صوته. علم امروز همینه، فیزیک امروز یعنی تمام عکس العملهای مادی رو فقط میبینه، هیچی دیگه بالاش نمیبینه. چرا؟ خودش هم محدود کرده است به رفلکس های مادی. شما در بنده اگه خودتونم محدود کنید به اون چه میشنوی، فقط به گوش و چشمتون محدود بشین، دیگه معنی نمونده است این وسط. ولی ببینید ناخودآگاه و خودآگاه شما علیه تمام این حرکات را برعکس، تمام این صوت و گفتار را وصل میکنید به من. اصلا صوت نمیشنوی، حرف منو میشنوی، اصلا صوت نمیشنوی، اینجا حس نمیکنی، معنی حرف منو حس میکنی. ببینید چقدر سریع از صوت و به اصطلاح حرکت این هوا و ارتعاشات گوشتون، اصلا از اینا میگذرین، دائم از طریق اینا به من وصل میشی. شما التفات فرمودین تمام این عکس العملهای مادی را یه نردبان زود گذر میبینید که به من وصل بشید. وقت چی دون به من وصل بشید؟ منتون به من وصل بشید. اصلا ارتباط همینه، میگن دیگه ارتباط اینه، نه شما گوشتون به من وصل است و نه من فقط صوتم. اما حالا اگه شما گوش شدی منم صوت شدم، ببین ارتباط چی میشه؟ ارتباط سطحی و خوش میشه. ای کاش وقت میذاشتید، حالا شما گرفتار نیستید، شانس دونم گفته است که گرفتار نیستید. امروز دنیا گرفتاره اینه. من به دوستان بارها میگم دانشگاه یعنی اینقدر اندیشه ای انسان را آورده از پایین نگاه امروزین که اصلا دیگه گم شده از انسان و انسانیت. نمیدونید چه مصیبتیست امروز در دنیا. فلسفه دنیا بدترین، پستترین، جاهلانه ترین فلسفه دنیاست. امروز تو دنیا اصلا شما باور ازن تو کشور اسلام وقتی میگن فلسفه و فیلسوف، خب یعنی یه آدم عاقلی که فکر داره. به قول هیوم میگه که ببخشید، به نام شخصی است به نام تامس ریده، به هیوم میگه که آخه حرفایی که تو میزنی خودت قبول داری که میزنی؟ به قول ایشون میگه که فلسفه باید کارش به جای برسه که حرفایی بزنه که یه آدم عادی معمولی هم بخندت بریشه فیلسوف. خب میدونی که وقتی فلسفه حسی شد، یعنی فقط من عبارتم از صوت، شما عبارتین از گوش دادن، همین. حالا این تمام علوم امروز اینجوری است. آقا شما به این میخندین که همه بند صوت باشن،
و همه شما گوش باشید. بفرما شما تو فیزیولوژی چه کار میکنی؟ چه نمیخندی؟ همه آدم عبارت هست از گوشت و همه آقا عبارت هست از میکروسکوپ و چشمش و آزمایش. اونجا هم همین قخنده داره، فقط بدیش اینه که ما اونجا بالاتری را نمیبینیم، فکر میکنیم همینه. یعنی به ما عادت دادن از اون وقتی که دارالفنون پاش تو این کشور پاوا شد، چشم ما را بستن از رابطه بین غیب و محسوس. خدا رحمت کنه امیر کبیر. امیر کبیر که ظاهرا 14 روز بعد از کشته شدنش دارالفنون اون اولین استاد یهودیش وارد شد و تمام تحصیل کرده های دارالفنون، ظاهرا تمامش، حالا ما برای احتیاط میگم اکثرش فراماسونری شدن. اولین استادش هم یه استاد یهودی است. حالا چهار تا مسلمان هم اگه پیدا شدن دیگه اونا شانسشون گفت. خب این علم اصلا ملک نمیبینه در رابطه با پدیده های طبیعی. همه این مقدمه رو داشته باشه، حالا ببینید خود حضرت چی میفهمه. حضرت بعد از این که نگاه ما رو انداختن که بابا این عالم رو چطوری ببینیم، که من فکرم بیش از این اینجا من نگم ملول میشید، در جاش باید بازم حرف بزنیم اون تیکه که ازش میگذریم، به جهت اینه که الان دیگه طاقت طرفین اونقدر نیست. ثم فتق ما بین السماوات الاولا، پس از آن که این عالم را زمین و طبیعت رو اینا را خلق کرد، حضرت بفرماند که آسمان های برین رو شکاف. این آسمان های برین دیگه لازم نیست چه ماده باشه، چون حالا بحث ملائکه میشه. حالا این شکافتن هم چنو شکافتنی است، عجیبه. همینطور که قلب شما رو خدا میشکافه که یه علم بده، یعنی مثلا گوشدارا پاره میکنه. فملأهن اطوارا من ملائکته، و وقت در دل آسمانهای برین ملائکه پر کرد. حالا حضرت می فرمانیم ملائکه چگونه هستن؟ پس در دل آسمانهای غیب ملائکه ها ظاهر شدن، جایگزین شدن. منهم سجودون لا یرکعون. منهم چند تا منهم داره دیگه نهج البلاغه رو نگاه کنید. پس منهم یعنی یه عدهشون اینجوریان، دوباره میرسیم به یه منهم بعد. پس یه عدهشون هم اینجوریان، دوباره میرسیم به یه منهم بعد. چهار دسته حضرت کردن. خوب دقت کنید، ملائکه شناسی یک جهان بینی دقیقی است که شما نون خوردنتون هم باید درست ببینید. نون خوردنتون هم باید پای ملک وسط باش. عجیبه، دین اینقدر عجیبه. و از روزی که چشم ما را آلوده کردن به این نگاه مادی تجربی، هزاران هزار روایت و آیه بازنشسته شده. دیدین یه وقت مثلا میگن آقا هر کی ریشیس نمیخوان چند تا جوون و پیر بازنشسته میشن. خدا میده ما چه روایت های عجیبی داریم، همه اینا هست شد. نیومدن بگن آقا این بینش غلطه است، ناخودآگاه این بینش رو گرفتن، روایت ها هست شد که حالا ما مقدم مختصرا عرض میکنیم. منهم سجودون لا یرکعون، از این ملائکه یه دی سجودند. حالا یه دی فهمدن یعنی مثلا در سجودن، ولی امیرالمومنین که بلد بودن میگن در سجودن، خیلی قشنگه. یه دی ملائکه سجودند، شما در سجودید. ببینید آب تریست اما پارچه تر است. پارچه اگر بخواد تر باشد از تری باید استفاده کنه، ولی تری خودش تر است. یه دی ملائکه سجودند، مقام سجده در هستی چیز است. شما اگر خواستین به اون مقام برسید باید سجده کنید، خدا کمکتون کنه. هرچه بیشتر سجده کنید
بیشتر به اون مقام میرسید. و عکسش، هرچه اون ملک بر شما بتابن شما بیشتر سجده دوست دارید. مقام سجده و ظاهرش مقام فناست دیگه. همینجا دقت کنید. خب همینجا حالا اگر روایتی باشد به این شکل، آقا اگر شما سجده دوست دارید به جهت آن است که ملک سجده به شما نظر دارد، خب معنی میده. اگر میبینید سایه داره سجده میکنه، ما در قرآن داریم دیگه، سایه سجده میکنه، ظهور چیه؟ ظهور اون حقیقت هست به شکل رقیقه. اینجا میفرماد منهم سجودون لا یرکعون، یه عده از این ملائکه سجدن و رکوع نیستن، در رکوع نیست، فقط در سجده. چون ها اینجا یه بار تو سوره انبیا یه خود تلاش کردم اینا بتونم بزن گوش میدم، اما گوش نمیدم. این هرچی ما میگم بابا یه قدم بیا جلوتر میگه فهمیدم، اون وقت خب یه خوده بیا میگه فهمیدم، یعنی چون فکر کنه فهمید دیگه نمیاد جلو. ما اونجا خیلی تلاش میکردیم که بگیم بابا ملائکه این هر چیزیه. من یه مثال زدم توی کربلا از چشم عقل و عاطفه. در روایت داریم که ملائکه تا آخر الزمان برای امام حسین گریه میکنه و هرگز از گریهشون دست بر نمیدن. خب حالا همون میگم این حل میشه. و حتما میدونیم که ملک این عبد است دیگه، عبودیت محض در مقام ملک است. یعنی بنده هایی هستن که لا یعصان، اصلا عصیان در مقامش است. خب حالا پس ملک این عبد است، عبودیت اقتضای گریه بر حسین داره. پس ملک که این عبودیت هست این گریه هست. چرا میگه تا آخر الزمان متوقف نمیشه؟ برای اینکه این وجودش هست گریه. خب حالا شما چقدر برای امام حسین میتونین گریه کنین؟ به اندازه ای که نزدیک بشین به اون ملک، یعنی به اندازه‌ای که مقام عبودیت که یک عین خارجی است، عبودیت یک صفت شما نیست، یک عین خارجی است که اگر به شما خورد شما صفتتون میشه عبودیت. و اتفاق بفهمید ملک شناسی که حضرت میخوام بگن کمکتون میکنه. خب حالا اگر این ملک به ما نزدیک شد، نور این ملک به ما افتاد، ما و میشیم عشق بر ابا عبدالله. راه نزدیک شدن به آسمان و ملک را که دین گفته است. برای همین شما میبینید بعضیا خیلی راحت گریه میکنن. ولی ملک شناسی اینجا مشخص شد، یعنی شما تفسیر گریه رو برای ابا عبدالله پای ملک رو براش وسط بکش. حالا این یه نمونه بود. یعنی جهان بینی اسلامی حتما پای ملائکه شناسی وسط دارد. خب حالا نگاه کنیم دوباره به فرمایش حضرت. میفرماد آقا یه دی رکوع اند و منهم عطف میشه به اینجا و منهم رکوع لا ینتسبون. آقا اینا یه دی از رکوع اند، نه در رکوع اند، ما در رکوعی، اونا رکوع اند. یه این مثل خدا، حالا با حفظ مراتب، خدا عالم است یا علم است؟ خدا علم است، ما عالمی، یعنی ما نور علم خدا یه کمی بهمون میخورد عالم میشه انشاءالله. ولی اینجا همینطور ملکی هست رکوع که هرگز لا ینتسبون، قیام نمیکنه، فقط در رکوع است. خب حالا شما بخواید در رکوع باشید باید زمینه ظهور و جلوه اون نور ملک بهتون بیفته. برای همین دیدین بعضی موقع رکوع میکنیم نمیفهمیم، برای اینکه عین رکوع نیستیم. مثل آب دروغکی، آب دروغکی سراب، رکوع ما سراب است، بنده خودم رو میگم، یعنی راست نیست. کی راست میشه؟ وقتی با اون ملک ارتباط پیدا کنه، اون مقامش رکوع است. برای همین هم میگن هی رکوع کنید، هی سجده برید، هی گدایی کنید، هی حرکت کنید،
تا اون اتحاد انشاءالله برقرار بشه. اون اتحاد که برقرار شد، شما مقام عبودیت نصیبت میشه. یکی از مقام های عبودیت رکوع است. تمام ملائکه عبودیت هست، ملائکه عبودیت هست، این بندگی هست. در امر خدا هیچ گونه عصیانی در اونا نیست. حالا هر کس با این ملائکه ارتباط پیدا کنه، با ملائکه رکوع پیدا کنه، رکوعش در مقام عبودیت انشاءالله قرار میگیره. راشم، حالا ببینید راش وقت چیه؟ راش بیشتر تلاش کردن است یا بیشتر تلاش نکردن؟ بیشتر تلاش نکردن. یعنی بگم خدایا ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، کارمون این باشه که برسیم به اینکه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی اویس قرنی چه کار کرد؟ هیچ کاری، بنده شد، بنده شد. ما میگم آقا خودمون کردیم، یا خودت کردی برو بخشم بکن. وقتی میگم خودم، من اصلا هیچ نیست، هیچ نیست. یعنی خیلی سخت است آدم کاری نکنه برسه به این که آن را که اختیار هست. میفرماد که اون که هنوز کاری نکرده است، به جایی برس که اختیار این باشه که خدای من فقط میدونم تو همه کاری. و صافون لا یتزایلون. از این ملائکه یه عده هستن که در صف صفند، هرگز از اون مقام خارج نمیشن. آیا یعنی ایستاده؟ آیا یعنی در محضر حق؟ آیا یعنی بی خلل؟ ما چه میدونیم معنی این صف، این وسط چیه؟ چون اینا مقام ملک هست، مقام ملک مقام عبودیت هست. هر کدوم این صفات به ما رفت داره. انسان مقامش عبودیت جمع است، مگه نه؟ شما ثم رددناه و اسفل سافلی، شما خیلی اومدید پایین، خیلی اومدید پایین. یعنی چه؟ یعنی تمام منازل اومدید پایین. حالا یه منزل که برگردید میرسید، یا خیلی منزل باید برگردید؟ خیلی منزل. پس مقام شما جمع مراتب است، پس باید تمام مراتبی که اومدید و برگردید، پس باید از تمام ملائکه استفاده کنید. هر ملکی یک مقام از عبودیت است. دیدین در بعضی موقع تعجب میکنید یه کسی یه صفت خوب داره بقیه صفاتو نداره. خب این بیچاره جمع نیست؟ امام عزیز من و شما که خیلی قدرت عجیبی داشت، چون آدم بود، جمع بود. علم آدم اسماء کلها، همه ی حقا. هر ملکی اسمیست، خودشون گفتن نحنو نسبهو به حمدک و نقدس لک. ما مقاممون مقام تسبیح هست، مقام تقدیس هست، اون که کمه. جمع ملائکه مقام انسان کامل هست. فرمود که پس یه سری ملائکه هم در مقام صف هست، شاید صف بندگی باشه، چه میدونیم. و مسبحون لا یسعمون. عده ای از این ملائکه در مقام تسبیح هند و خسته نمیشن. چرا خسته نمیشن؟ شما از بودن خودتون خسته میشین؟ چون برای اینکه بودن خودتونی، از اینکه یه سنگ رو سرتون بذارین خسته میشین. چرا؟ چون سنگ خودتون نیستین. دقت کنین، چرا ملک مسبح از تسبیحش خسته نمیشه؟ برای اینکه خودشه، خودش مقامش تسبیحه. دقت کنین، همش ذاتیات حضرت دارن میگن. چقدر زیبا میگن، لا یقشاهم نام العین. این ملائکه همشون، این چند تا که گفتیم، خواب چشم نمی پوشوندشون. یعنی مقامشون بچه ذاتیه. یعنی این ملکی که مسبح هست عین تسبیح هست. حالا شما میخواین مقامتون، شما نمیتونین عین تسبیح بشید. چرا؟ اولا که شما ملک نیستید. ما خوبم هست که ملک نیستید. اگه ملک بودین یه اسم بودید، جامعی. شما همه حقایقا میتونیم ظرفیتتون باشه.
اما اگه خواستید ملک مسبح به شما لطف کنه، جلوه کنه، عین تسبیح به شما اشراق کنه تا شما تسبیح بشین، باید راش آوا کنید. راش چیه؟ همون دستورات دیدید، غیبت نکنی، حب دنیا نداشته باشی، سر رحم بری، خشم نداشته باشی، حرص نداشته باشی. اینا مانع ارتباط ملک است با جان ما. اینا رو نداشته باشیم، ملک مسبح اشراق میکنه بر ما، ما میشیم مسبحی که عین تسبیح نیستیم، ولی تسبیح جانمون رو میگیره. ظرفیتش هم داریم. چرا؟ اسفل سافلیم، خیلی اومده این پایین. آخه کسی که اومده پایین یعنی جاش پایین نیست، فی احسن تقویم بوده. چون فی احسن تقویم بوده پس جا خالی داره. این لیوان بیچاره جا خالی ندارد که مثلا بشه مسبح، برای این که فی احسن تقویم نبوده است. انسان فی احسن تقویم بوده است. ثم رددناه اسفل سافلین، از جاش آوردندش پایین. پس جاش اونجاست، جا خالی داره. الا الذین آمنو، جاشو پر کنه برمیگرده، وقت به خالیاش غلبه پیدا میکنه، پر میشه. با چی؟ با ملک، با نور ملائکه. این ملائکه چند تا خصوصیات دارن، هممون دهنمون آب میفته. خیلی عالیه، خیلی عالیه. یکیش چی؟ لا یقشاهم نام العین. آقا خواب چشم اینا رو نمیپوشونه. شما همش دلتون نمیخواد در حضور محض باشی، امتحان کنید، تمرین کنید، چیزای خوبی گیرتون میاد. یه خورده مثلا خوابتون میاد، دارین چرت میزنین، تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میگن، قلبتون یه کمی وصله به غیب کنین دیگه خوابتونه. چرا؟ برای که اون ملک خوابش نمیاد. شما یه خورده با ملک ارتباط پیدا کنید که خوابتون نمیشه. راش اینه. شما فقط راش اینه که این دریچه رو هیوا کنین. کم و زیاد داره. خودتون دوستان نمیشناسین که اصلا شب تا صبح نمیخوابن. خانم ما که فقط حسرت چه میخوریم. شما باز دوستانی میشناسین که نه مثلا یه خوابم نرست دست بره، اما نماز شبش دیر نمیشه. خودم یادمه، خدا رحمتشون کنه. یا عزیزی رفته بودیم با هم، ما دنبال اونا رفته بودیم جبهه، تا نصف شب که تو را بودیم رسیدیم اون مقر. خب ما خوابمون میمن، از پیچ پیچ این آقا ما چرتمون پاره میشه. یعنی ایشون عزیز ما شهید شد، خدا رحمتش کنه، شهید حیدری بود. ایشون تازه وقتی رسید فکر کنم نیم ساعت بیشتر نخود، بلند شد نماز شبش رو شروع کرد. لازم. و چرا؟ چرا ما نمیتونیم؟ برای اینکه ما به بدنمون نظر داریم. بدن خواب میگیردش یا نمیگیردش؟ میگیردش. بدنی. بعضیا بدنی هستن، ملائکه بدنی نیستن. خب حالا بدنی که نبودن میبینیم نه خواب نمیگیردش. خب حالا ما که آخرش خواب میگیردمون نمیشه، نه خب پیغمبرم میخوابیدن. ولی اینکه به ملک نزدیک بشیم باعث میشه که غلبه کنیم به خواب اون وقتی که میخوایم نخوابیم. راهش هم ارتباط قلبی است. امتحان کنید، تمرین کنید، به مرور میشه. هی تمرین کنید. بالاخره 40 50 سال به شما دادم که همین تمرین رو بکنید. 40 50 سال نه که بشیم تلویزیون نگاه کنیم، که این 40 50 سال به ما دادن که این تمرین رو تمرین کنیم. هی این دلو بفرستیمش یه کمی به ملک، ملک میگه نه هنوز نشده، برو بخواب. بالاخره یه دقیقه بیدارمون نگه میداره، بعد میگه که قطع کن، قطع میکنه خودش، میگه نمیشه، هنوز ما اهلش نیستیم، گرم بدید ما ظرفیتش نداریم. دوباره ما میخوام، دوباره نگاهمون میکنه، دوباره میشه دو دقیقه ما رو بیدار نگه داره. به جای انشاءالله میرسی که میگی نه در خبر ما داریم از بزرگان که خیلی بهتر از این حرفا بودن. بلا سهو العقول، خوشا به حالش، خوشا به حال اونایی که ملکی اینجوری ملکه که مقامن. نمیشه بگم خوشا به حال آب که تره، اما میگم خوشا به حال اون که تشنگیشو با آب زلال سیر کرد. مقام ملک عین این کمالاتش. لا سهو العقول، آقا اینا در مقامی هستن که عقلشون سهو نداره، غفلت نداره. سهو غیر غفلت است. من اینا رو بگم، سهو یعنی این که آدم اون کارا میکنه اما یه نوع سادگی توش هست، سستی توش هست. خب حالا به ملک نزدیک بشیم،
ملک به ما نور بده دیگه اینجور نیست. عزیزانی شما میبینید که اصلا آقا انگار اینا عقلشون از انضباط نمیفته. شما عجیب نیست برادون؟ من میشناسم، شما میشناسید. این انضباط ذهنی که با دنیا، شما چقدر دانشمند دارن میشناسید که در پیری یادشون رفته از همه چی، و چقدر علمای دین را میشناسید که در پیری تمام آیات رو مثل دسته به شما ارائه میدن، تازه آخر عمرشون روایات بیشتر حفظن، بیشتر منظم دارن. بیشش کجاست؟ بیشش نیست که اونا با ملکی که سهو عقول نداره در ارتباط دارن. علمای فیزیک با چی ارتباط دارن؟ خیلی ها را میدونید علمای فیزیک، من یادم چرا حال یکش نمیخوندم آخر سر، و من از یادم عادی هم کم سوادتر شده بود. اون من اینجوری هم شاید بگم استثنام نداره، خیلی به خودشون فشار میارن بیچارا که این علوم یادشون نره، هی تکرار میکنن، هی تکرار میکنن، فکر کنم آخرش هم یادشون میره. حالا نمیخوام بگم کاری بدی میکنن، میخوام بگم اون چیزی که ملائکه به آدم میدن این نیست، اون سهو عقول را نمیدن، انضباط اندیشه میمونه. بلا فترت الابدان، این که من و شما از دستش حرص میخوریم، برای ملائکه سستی بدن نیست. قوت جبریل از مطبخ مبود، ملائکه سستی بدن ندارن. به همون اندازه در حد طبیعیش اگه ارتباط با ملک برقرار بشه، جای حضور ملک را در زندگیمون و روحمون و جسممون باز کنیم، این سستی های بیجا از بین میره. شما گاهی تعجب نمی کنید کسایی رو میشناسید که با یه تکنون خیلی مختصر قوه و ارتباطش از ما خیلی بیشتره. خب ما آخر بدن داریم، بدن غذا میخواد، ولی این سستی بدن خیلیش به خاطر غذا نیست، به خاطر بدنی بودن ماست. یه خوردن ملکی بشی مقدارش از بین میره. سستی بدن حتما خودت هم اتفاق دارین، گاهی مثلا وقتی میترسید آدم داره چرت هم میزنه، مثلا داره توی جاده میره داهی هم تلو تلو میخوره ده خسته سو ترس یعنی چرت هم میزنه، یه مرتبه حساب که یه حیوانی درنده دنبالش کنه، انگار تنها چیزی که نداره خستگی و سستی، همچی میدوبه که اصلا خودش هم باورش میده اینقدر دو داره. این کجاست؟ آخه روح، روح جنس ملکه دیگه، از مقام ملک است، تازه فوق ملک هم هست. ملک روح فوق ملک است. این روح من شما هم که از جنسونه، ببین چقدر زور داره. خب حالا که این طبیعی نیست که، میگه به طور طبیعی در بستر ارتباط با قوای غیبی قرارش بده تا اونا از بی سستیشون یک کمی را به این بدن القا کنن. بلا غفلت و نسیان، اون ملائکه غفلت نسیان، نسیان گفتیم غیر سهوه، سهوه گفتیم اون انضباط اندیشه از بین میره، نسیان نه، یعنی یادش هم اصلا میره، یادش میره. شما حالا به سن ما نرسیدیم، گاهی مثلا ما میبینیم مطلبی که اصلا باورمون اومد یادمون رفت، این نشونه اینست که بدنی میشیم. هرچه بدنی تر بشیم اصول یادمون میره. حالا یه وقت اسم خیابونا را نظر آدم نمی کنه یادش بره، خب طور نیست. اصول ملائکه که، ملائکه یک نگهدار خیابونه چارباغ نیستن که، ما نقدر داریم تو روایت که مثلا یه ملائکه از مثلا درخت ها چارباغ حفظ میکنه چند تا. چرا؟ اگه یه همچین ملکی بود شما ارتباط که با این ملک پیدا میکنی میفهمید درخت ها چارباغ چند تاست، نمیخواستم بشماشه، بعید میدونم نیاز به این سه باشه، گاهی اجزایی هست حالا، اما گالب درخت ها چارباغ نداره، میگم در جاش عرض میکنم. عمده اینجاست که نسیان، نسیان از حقایق از این خیلی بد است، خیلی چیز وحشتناکی است آقا. شما یکی از مشکلاتتون آینده این است که به جای این که بیشتر حکیم بشید بیشتر بهانه گیر میشید. پیر زن و پیر مرد رو دیدین؟ بعضی هاشون بهونه میگیرن. بهونه یعنی چه؟ یعنی بیشتر کسرتی شده. مثلا تا دیروز اگه این لیوان یه کمی هم مثلا آب نصفه داشت میخورد، حالا بهونه میگیرد که نصف آب کردین چی کار، بلکه من میخواستم همه شو بخورم. این به چه روز افتاده است؟ این هی حسی شده است، این بدنی تر شده است، خیلی به ترسی. یعنی این آدم تا
توان ارتباطش با سنن غیبی یا ملائکه غیبی یا کم کرده. چون میدونین که انسان که پیر شد ضعیف میشه، وقت اگه از طریق ارتباط با غیب قوی نشد این ضعفش به شدت اذیتش کنه. شما الان یه خبر بد براتون بیارن خیلی نمیلرزین، ولی به یه پیرمرد همون خبر رو بیارن سکته میکنید، خیلی ضعیف دیدن من زودتر از من شما عصبانی میشن دیگه، زودتر از من شما حرص میخورن. چرا؟ چون ضعیفتر شدن. یعنی چیزی که من شما رو ممکنه عصبانی نکنه اونا رو عصبانی میکنه. همش اینا نمیگم، اونایی که با ملک کمتر ارتباط دارن. چرا؟ چون در مقام حادثه هن، در مقام واقعه های زودگذر هن، چیزی تکونشون میده دوباره چیزی ول میشه دوباره تکونشون میده. انسان باید در سیر حیاتش با سنن بیشتر ارتباط پیدا کنه، با قواعد، یعنی با ملائک به اعتبار. او وقت شما میبینیم که حکیم میشن، حکیم که شدن حقایق یادشون نمیره. وقت میری پلوش میشینی اگه بگوی اسمت چیه ممکنه یاد ممکنه ندونه، اما برای تو حرفای میزنه که تمام دنیا روی حرفا میچرخد. یعنی تونسته است ارتباطش برقرار کنه. البته ائمه و بعضی اولیا اونا دیگه مقام جمع دارن، هم جزئیات رو درش کاملا حاضرن هم کلیات. اینا از نوادرن. یکیش نمونش امام رحمت الله علیه، خب اینجوری بودن دیگه، مثل امام خیلی کم داریم که جزء و با کل جمع کرده باشن. ائمه مطلقا اینجوری هم داریم، ما استادایی میشناسیم اینجوری باشن. ولی این عمده ارزم این است که ملائکهی که قفلت نسیان، یعنی به جهت نسیان در مقام قفلت قرار نمیگیرن. اینا حالا اگه این اشراق بر جان انسان بشه انسان هم همینطور میشه، از قواعد و سنن محروم نمیشه. بعض موقع یه جوانی هست اصلا آدم باورش نمیاد این جوان چقدر عمیق میفهمه. در شرح حال یکی از آقایون میخوندم که در 8 سالگی وارد عرفان مثلا شد، در 12 سالگی فتحی براش اومده، شهود یا کتابی که من داشتم میخوندم ازشون در 12 سالگی نوشته است. کتاب مثلا مقایسه بین مقامات عرفانی. خب اینا ببین اینا یوهو دیگه دریچه های از غیب براشون باز میشه و با اون جلوه های نورانی ملک ارتباط پیدا میکنند و همچه حالاتی سالا اونا نادرن، ولی امکانش هست. این تا اینجا. حالا منهم بعدی رو من امشب نمیگم، ولی بازم فقط بابش رو باز کنم. پس این یه نوع ملک. حالا شما ببینید با اون تأکیداتی که اول بحث کردم، ما جای ملک را ندانیم، اصلا چطوری اینا را توجیه کنیم؟ در به دری میافتیم، هی میخوام تو قواعد تجربی مشکل حل کنیم. نمیدونیم که اصلا گاهی هیچ ربطی به عالم تجربه ندارد، این از عالم غیب داره سیر میشه. خیلی حرف هست، حیف که حوصله میخواد و شاید هم زمانه هنوز زود است که خیزش داشته باشد برای یک سری حرف ها. که تمام این چه کنم چه کنم های این عالم ریشش این است که جای ملائک و در نظام طبیعت و نظام فیزیولوژیک انسانی درست نمیشناسه. خیلی وقتش رو صرف هیچی میکنه و از دری به دری در به در است و نتیجه هم که نمیگیره. فقط شیطان یه جوری اینا گولش میزنه که فکر میکنه داره نتیجه میگیره. مثلا مثل اینه که یارو گفت چی؟ گفت آقا عملیات جراحی بسیار با موفقیت انجام شد، قشنگ کلیه رو جراحی کردیم، قلب رو درست کنترل کردیم، ولی مریض مرد. این مردن مریض رو نمیدونه دا. اما اینکه این قلب رو درست جراحی کرده است میبینه. آقا کل طبیعت اصلا در سیر غیر اون سیری که تو داری میطلبی دارد میره، تو اصلا داری به هیچ نتیجه‌ای نمیرسی در کلان قضیه، ولی در جزء قضیه فکر کنه به کلان را. به نتیجه رسته. خب راست هم میگه، این آزم این جراحی رو درست انجام داد، ولی آخه جراحی رو آدم انجام داد که مریض بمونه، اصلا کاری به موندن و مردن مریض نداره. در امروز علوم شما عیناً همینطوره، یه جره نگاه داره میکنه فکر هم میکنه داره درست انجام ده، ولی اصلا به اصل نتیجه که بابا من آمدم که از طریق این طبیعت
یک ارتباط و خانه انس و خلوتی پیدا کنم، لاغر این خانه انس من بشه این طبیعت خدا، اصلا این خبران نیست. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا این جلسات را به عنوان باقیات و صالحات در راه بندگی خودت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق زویل حقوق زویل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.